شما های تعریف میکنن، تمجید میکنن، بچه اونها هم که بعضی موقع به قول خودشون میگن بزنش، اونه هم که میزنن ما ازشون برمونیم. در هر صورت کار بسیار ارزشمندی انجام میدید، شما بسیار ارزشمندی دارید، شما بسیار عاشقانه دارید. من از اینکه روز به روز تعداد رسانه های تخصصی جامعه پرورش هم و ورزش های رویتی داره افزایش پیدا میکنه و رسانه های ملی ما هم خیلی بی تفاوت بودن، خیلی ناامید نسبت به اخبار فدراسیون بدنسازی، چرا میرین اخبار رو پیشش میدن، صمیمانه تشکر و قدردانی. یه خیلی مقدم ویژن میگم خدمت آقای آقای سانتونجا، یه مدیر پیش از اون که حالا ما به تخصصش بگیم بسیار بسیار با اخلاق و به قول معروف ایرانی هم خیلی دوست داره. من دیدم برخوردش با کل مردم ایران داره، ورزشکار ایران داره، خیلی متفاوته با افراد دیگه که به هر حال کشورهای دیگه هست. عرض کنم خدمت شما، من قبل از اینکه بخوام تریبون بدم به آقای دکتر سانتونجا، این رو عنوان کنم که خیلی از ما میپرسن، مثلا این سوال خیلی عمومیه که هدف از برگزاری این مسابقات چیه؟ اصلا چرا این مسابقات برگزار میکنه؟ مسابقاتی هست که قهرمانی آسیا باشه، نه قهرمانی جهان. حالا اگه برگزارش نمی‌کردیم مثلا چه اتفاق می‌افتاد؟ ببینید خیلی از فدراسیون‌های ملی ما مثل مثلا فدراسیون کشتی ما هر سال یه مسابقه برگزار می‌کنه تحت عنوان جام تختی و تمام دنیای مسابقات بین‌المللی جام تختی ما رو می‌شناسه. ما یکی از اهداف اصلی که دنبال می‌کردیم، دنبال می‌کنیم و دنبال خواهیم کرد که یه مسابقاتی رو داشته باشیم، حالا اسمش رو ما گذاشتیم استیل جونیورز، چون از مسابقات رنکینگ دار فدراسیون جهانی است که هر این مسابقات تو تمام فدراسیون جهانی باشه، هر سال برگزار بشه، در یه زمان مناسبی هم برگزار بشه و سال به سال بتونیم مشارکت کشورهای بیشتری رو داشته باشیم، رشته‌های بیشتری رو تو این در واقع مشارکت بدیم و یه رویدادی باشه که این رویداد رو به اسم کشور ما میشناسه، مثل پاور سیویان شو که الان 9 سال برگزار میشه، مثل آرنولد کلاسیک اروپا. خب این ایده چندین سال بود تو ذهن من بود که حالا با مستر یونیورس شروع کردیم، اولین سال در رامسر جایزه 40,000 تا بود، امسال جایزه رو افزایش دادیم، دو برابر کردیم سقف جایزه ها رو. البته توقع این بود که مشارکت کشورها بیشتر باشه، ولی قطعا اگر همین حضور منظم رو شاده داشته باشیم و این هر سالو بریم به هر تحت هر شرایطی بخیم اینو برگزار کنیم، یعنی این نباشه که یه سال برگزار کنیم یه سال برگزار نکنیم به هر دلیلی، فکر میکنم میتونه به برند ورزش جمهوری اسلامی ایران کمک کنه و جای واقعا اینجور رویداد مولتیپل اسپورت چند رشته ای در تقویم فدراسیون ملی ما و فدراسیون جهانی خالی بود که این اصلی ترین هدف. یه سری انتقادهای دیگه هم وجود داره، میگن خب همین پولی که شما می‌خواستید جایزه بدید، میومدید همین پول و هزینه می‌کردید، همین رو می‌بردید بین ورزشکارا تقسیم می‌کردید. حالا ورزشکارای شاخصتون پولی. اما دوستان بدونید که ما وقتی یه رویداد رو برگزار می‌کنیم، در واقع منابع اقتصادی به وجود میاد. یعنی اگر رویدادی نباشد، حامی مالی هم وجود نداره. اگر رویدادی نباشه حق و سهمی هم وجود نداره، اگر رویدادی نباشه توسعه‌ای هم وجود نداره. حالا این که ما باید فکر نکنید که ما یه پول ثابتی رو داشتیم و این پولا رو می‌خواستیم یه جا هزینه‌اش کنیم و اومدیم اینجا هزینه‌اش کردیم. بعضی از دوستان این تصور رو دارن که حالا این پولا رو اومدن اینجا هزینه کردن، می‌تونستن جای دیگه بهتر هزینه کنن. نه، این پول از این رویداد بود. و نکته بعدی هم که بخوام بگم که فکر میکنم خیلی به شفافیت ذهنی شما کمک میکنه و به برخی از در واقع تراوش افکاری که دارم، واقعا واقعیت رو بگم هیچ کدوم از رویدادهای ورزشی فدراسیون تا کنون درآمدزا نبوده. یعنی چه از بهرمانی کشور ما بخوایم بگیم، چه در مسابقات بین‌المللی و و ما هنوز به اون سطح نرسیدیم که چون برای رسانه ملی اینجا نیست. شاید رویدادی مثل انتخاب تیم ملی کشتی قطعا حامیان مالی انگیزه دارن برای اومدن سرمایه گذاری کردن، ولی رشته مثل ما چون رسانه ملی، یعنی هر جمع شما میخواید به حامی مالی پیدا کنید، اول سوالی که از شما میکنه میگه کدوم شبکه پخش میکنه، چه ساعتی از روز پخش میکنه.
و ما هم رقبای زیادی داریم، مثل فدراسیون والیبال، کشتی، فوتبال. قطعا اونها جذابیت بیشتری شد برای افراد داشته باشه، اونها از رسانه را حامیان مالی داشته باشه که بیا سر میگذاره. و نکته دیگه هم که بیا و صحبتم رو تمام کنم برای شما عزیزان، باید به تو برخشیم اگه میشه این برزر بشه، چون این سیم این خیلی خوش آمد داریش. نکته آخر رو که بگم و بحثم رو جمع کنم، حالا در ادامه باز بیشتر در خدمت شما هستم، این هست که میخوام اینو بگم که ما در رشته مچندازی حدود 170 نفر، حالا امسال میخوام کاری که میکنم شما مطالبه گریه کنم، حتما ریز هزینه کرده و ریز درآمدها رو در اختیار شما قرار نمیدن، از طریق سایت فدراسیون. اعتقاد هم اینه که فرحال هرچه شفافیت باشه، شفافیت بیشتری باشه، خودش خیلی از سوالا رو خودش پاسخ میده و خیلی حجمه ها رو و خیلی انتقادها رو کم. ما در رشته مچندازی فکر میکنم حدود افرادی بودن که در مسابقات قهرمانی آسیا قرار بود شرکت کنن به عنوان عضو تیم ملی انتخاب شدن، که تعدادشون حدود 200-250 نفر بود. ما همه اونها رو به صورت رایگان در این رویداد شرکت کردیم، یعنی یک ریال ورودی ازشون نگرفتیم. فکر میکنم جمع ورودی که ما در رشته مچندازی به دست آوردیم شاید به 500 یورو نرسه، منم چند به خاطر دستی چیزی بوده ورزشکار خارج داره. اگه ورزشکار ایرانی هم بوده که شرکت کرده، فکر میکنم اونم به، یعنی در واقع مجموعش به 50 میلیون نرسه، یعنی ورودی اصلا در کار نبوده. در مسابقات پرورش اندام هم با توجه به اینکه تو تقویم فدراسیون جهانی اصلا صراحتا، یعنی جزء اسوسییشن، جزء هزینه مسبب فدراسیون جهانی، فدراسیون جهانی من خوبیش اینه که همه چی گرون شده و در چند سال من دارم دنبال میکنم در اون ورودی رجستریشن فی IFBB رو میبینم که همون 200 یورو، یعنی فکر کنم تقریبا 10 سال، آیا به شما ترجمه کنم برای را پروت در جریان باشه، فکر کنم 10 سال الان رجستریشن فیش همون 200 یورو. ما اومدیم